جهان دانش، نوآوری در آموزش با همکاری وایز، طرحی ابتکاری از بنیاد قطر. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 115 میلیون کودک که در سن مدرسه هستند هنوز هیچ گونه آموزشی دریافت نمی کنند و 54% این کودکان دخترند. روز جهانی زن یادآور این است که در بسیاری از کشورها زنان هنوز با محدودیت هایی مواجهند که آنها را از عضو فعال جامعه بودند باز می دارد. سواد یکی از ابزار حیاتی است که به زنان برای بهبود زندگیشان کمک می کند. این هفته در برنامه جهان دانش به جوامع مردسالار افغانستان و پاکستان می رویم. سکینه یعقوبی زندگی خود را به توانمندسازی زنان اختصاص داده است. او بنیانگذار مؤسسه یادگیری افغانستان، سازمانی غیردولتی است که بیش از 150 پروژه آموزشی و بهداشتی را در سراسر کشور به اجرا می گذارد. هدف مؤسسه او اشاعه تفکر انتقادی، افزایش آگاهی زنان درباره بهداشت و مهمتر از همه تشویق زنان برای مقابله با محدودیت‌های سنتی و مذهبی است. سکینه با ما درباره چالش‌های قبل و بعد از حکومت طالبان صحبت می‌کند. من نمیخواهم مبارزه کنم. فکر میکنم مردم افغانستان از مبارزه خسته شدن. به هر طرف که نگاه میکنم بیوه و یتیم میبینم. تقریبا هر خانواده کسی را از دست داده است. سکینه یعقوبی در ابتدای دهه 90 میلادی زندگی راحت خود را در ایالات متحده آمریکا، جایی که پزشک بود، رها کرد و به افغانستان آمد. او میخواست به کشورش ادای دین کند. این کودکستان یکی از ثمرات کار او و یکی از 150 پروژه‌ای است که توسط مؤسسه‌اش موسوم به یادگیری افغانستان اداره می‌شود. خانم یعقوبی در روزهای تاریک طالبان، زمانی که آموزش دختران ممنوع بود، شبکه‌ای متشکل از 80 مدرسه زیرزمینی به راه انداخت. اکنون دختران می‌توانند به مدرسه بروند. امروز هدف تغییر فرهنگ بسیار محافظه‌کار و مردسالار جامعه است. زنان افغانستان باید خودکفا باشند. آنها نیاز به اعتماد به نفس و استقلال دارند. اگر اعتماد به نفس داشته باشند، اگر مستقل باشند، اگر درآمد داشته باشند، دیگر مورد سوء استفاده واقع نمی‌شوند. می‌دانید در طول این 32 سال جنگ قربانیان همیشه کودکان بودند. زنان و کودکان، زنان و کودکان. طالبان سکینه یعقوبی را به دلیل فعالیتش تهدید کرده بود. تنها اقدام احتیاطی او برای حفظ جانش استخدام راننده و مدیر پروژه است که هر دو پلیس هستند. من دیگر نمی ترسم، چون وقتی به کسی آموزش می دهم یا به کسی کمک میکنم، آن شخص به نوبه خود میتواند به فرد دیگری درس بدهد و به این ترتیب تغییر ایجاد میشود. من خواهان ایجاد تغییر در افغانستان هستم. در درمانگاه های مؤسسه یعقوبی، کانون توجه توانمندسازی زنان است. او میخواهد زنان درباره روش های تنظیم خانواده اطلاع یابند. زن افغان به طور متوسط 7 فرزند دارد. یعقوبی روشی را در مدارس خود اعمال کرد که دانش آموزان را به تفکر انتقادی، طرح پرسش و تعامل با آموزگارها تشویق می کند. این یک تغییر قابل ملاحظه در کشوری است که دانش آموزان معمولاً فقط باید گوش کنند و سوال مطرح نکنند. بسیاری از دانش آموزان دچار آسیب‌های روانی شدند و یا در یادگیری زیاد فعال نیستند. پس شما مجبورید آنها را تشویق کنید و تشویق کنید و تشویق کنید. اگر آموزگار با آنها با مهربانی رفتار کند، این دانش آموزان دوباره فعال می شوند. خانم یعقوبی بین 30-50% هزینه هر پروژه را از طریق نهادها تأمین می کند. هدف تقویت شرکت آنها در برنامه هاست. I
من نمیخواهم که مردم دلشان برای ما بسوزد. متنفرم از این که میگویند آه بیچاره، متاسفم، به او کمی پول بدهید. ما پول نمیخواهیم، نمیخواهیم کسی برای ما ابراز تأسف کند. ما میخواهیم بر روی پای خودمان بایستیم و توانایی هایمان را با آموزش خود گسترش دهیم. مدرسه کابل به حدی محبوب است که اکنون در حال ساخت ساختمانی دیگر هستند تا بتوانند جوابگوی تقاضا باشند. مؤسسه یعقوبی 470 کارمند دارد که 83% آن را زنان تشکیل می‌دهند. در پاکستان بیش از 70% زنان بی سوادند، ولی بنیاد شهروندان، سازمانی غیر دولتی که در حال حاضر به 102,000 کودک در سراسر کشور آموزش می دهد، کوشش در برقراری برابری جنسیتی دارد. آنها برای کودکان فقیرترین نواحی پاکستان مدرسه بنا می کنند و هدفشان ارائه فرصت های برابر صرف نظر از جنس، نژاد و مذهب است. بیایید ببینیم آنها چگونه دختران را تشویق به رفتن به مدرسه می کنند. Let's take a look at how they're working to encourage girls to go to school. اینجا در منطقه پنجاب پاکستان برای یک دختر یادگیری شانس نادری است. در پاکستان نزدیک 50% کودکان هیچ گونه آموزشی دریافت نمی کنند و بیش از 70% زنان بی سوادند. نازش کرم مدیر یکی از 130 مدرسه بنیاد شهروندان است. مدارس این بنیاد به خصوص ثبت نام زنان را تشویق می کنند. دختر به مادر تبدیل می شود و مادر مهمترین نقش را در خانه دارد. اگر مادر تحصیل کرده باشد، به راحتی می تواند مفهوم مدرسه، جدول زمانی مدرسه، پاکیزگی و مرور تکلیف شب را درک کند. بنیاد شهروندان در سال 1995 میلادی تأسیس شد و برنامه آموزشی آن صرف نظر از مذهب، نژاد، قوم یا جنس برای همه آزاد است. در ابتدا بعضی از والدین با ثبت نام دخترانشان مخالف بودند و دلیل آنها این بود که آموزش برای زنان بیفایده و بیجاست. برای مقابله با این طرز تفکر، معلمان زن در همه مدارس و کلاس‌های درس حاضرند. آموزش خواندن و نوشتن به زنان به بهبود سلامتی خانواده کمک می کند، میزان زاد و ولد را کاهش می دهد، باعث آموزش کودکان می شود، رژیم غذایی و شرایط بهداشت خانواده را بهبود می بخشد و باعث ترقی جایگاه آنان در جامعه می شود. از جمعیت 173 میلیونی پاکستان، 92 میلیون بزرگسال بی سوادند. دختران بسیار سخت کوش هستند، ولی پسران بیشتر بازی کوشند. نظرات خود را درباره زنان و آموزش با ما در میان بگذارید. نتیجه نظرسنجی ما درباره رسانه و آموزش این است. اکثریت بینندگان معتقدند که رسانه میتواند ابزاری برای کنترل افکار باشد و اینکه جوانان لزوماً پیام بعضی از تصاویر را درک نمی کنند. جهان دانش در همکاری با وایز، طرحی از بنیاد قطر.